پیامبر اعظم در زمانی مبعوث شدند که خشونت، فساد و فاصله های طبقاتی حاکم بود و حضرت این صفات مردم دوره جاهلیت را به فرهنگ های اخلاق، محبت و انسانیت تبدیل کردند. اما فرهنگ ناب محمدی و اهل بیت عصمت و طهارت در طول تاریخ دچار کجاندیشی ها و نابخردی هایی شده است که نمونه بارز آن را در اندیشه های تکفیری می توان نظاره‌گر تفکری که همه مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان می داند. دین اسلام بر اساس محبت و پیروی از رسول گرامی اسلام از فحاشی، ضرب و شتم، ترور و بمب‌گذاری به دور است، چنان که در قرآن کشتن یک نفر بیگناه را معادل کشتن تمام انسان ها می شمارد. اما تکفیری ها با کجندیشی و سیاه نمایی چهره های خشن از دین رحمت ارائه نمودند. عامل اصلی شکلگیری جریان های تکفیری در طول تاریخ برداشت سطحی و پوسته‌ای از دین بوده که به جای منطق، عقل گرایی و مراجعه به قرآن برای اتحاد مسلمانان به نقل روایات غیر مستند و تفرقه انگیز از افراد غیر موثق پرداخته است. امام ابوالحسن اشعری از علمای بزرگ اهل سنت هنگامی که می‌خواهد از دنیا برود اطرافیان و شاگردانش را جمع کرده و می‌گوید: ای مردم، شاهد باشید که من احدی از اهل قبله را تکفیر نکردم. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اهل سنت در حوزه کلام اشعری مذهب هستند و از وی پیروی می‌کنند، مخالف تفکر تکفیری هستند. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قرآن مردم را به گفتگو دعوت می‌کند و پیامبر گرامی اسلام هنگامی که در مدینه حکومت تشکیل دادند با یهود و نصارا بسیار مدارا می‌کردند، اما گروه های تکفیری اهل گفتگو و گفتمان نیستند و حتی مسلمانان را به دلیل عدم رعایت برخی از ظواهر دینی کافر دانستند و از بین می‌برند. عندما نرى هذه المجموعات الضخمه من الجماعات التكفيرية في أكثر من بلد وفي أكثر من مكان يتحرك بشكل لوجستي يحتاج إلى كثير من الإمكانيات، لا يمكن أن يكونوا هؤلاء قادرين على توفير كل هذه الإمكانيات لوحدهم. هنالك نظرية يتبناها العدو الصهيوني وتتبناها بعض الدول العربية في المنطقة، أنه في ظل وجود فتنة مذهبية وفي ظل وجود فوضى وقتل وقتال، هذه الأنظمة مع الكيان الصهيوني تضمن وجودها لفترة طويلة جدا. أنا أتصور أن ظاهرة التكفير هي ظاهرة مصنوعة وظاهرة مدعومة وليست ظاهرة طبيعية، بمعنى أنها نشأت نتيجة تطور فكري ما أو نشأت نتيجة اجتهاد فكري ما، لأنه طول عمرها الأفكار المتطرفة موجودة، ولكن كيف استطاعت هذه الأفكار أن تؤثر في الواقع وأن تكون جزء من الواقع وأن تغير في مسار الأحداث السياسية والأمنية؟ لابد أن نبحث عن الجهات التي تدعم هذا الموضوع.